خب این تصویر یه عمودی خوبی اینجا داره، ولی پیوستگی با این داره. در این قسمت هم لکه های متفاوت و یه لکه منظم در اینجاست. آنتی سایز 5 رو که میدیم این دوتا شبیه هم میشن، این دوتا هم پشت هم هن. خب این یه مقداری کار رو بهتر میکنه برای تشخیص، ولی بنابراین نیست که همه یه لکه رنگ های منظم هدف باشه. ما 11 پایین رو که بنابر ویدیوهای 55 بیدیم، ببینید یه ترکیب پیوسته در اینجا میاد. اینی که اینجا دارید میبینید شکل میگیره، وقتی آنتی سایز دو رو بدیم اینا میرن گوشه تر. پس معلومه اینجا در یک منبع بسیار سفت و شدیدن سفت به ترکیبی که اصلا قابل دسترس نیست قرار گرفته. این ترکیب ترکیب طبقات متفاوتیه که روی این شکل گرفته. خب این 11، این 20 بنابر ترشولد 45. ببینید دور این آبی شد، منابع رطوبتی داره، منابع نرمتر داره. خب اگه میخوایم ببینیم هدف بزرگ، کد 10 بالا رو میدیم. باز اینا سر جای خودشون میمونن، ببینید اینا کاملا سر جای خودشونن. و اگه بیایم 1 رو بش بدیم که همه اینا رو جدا کنیم، یه تک لکه این وسط میمونه. یه میله‌ای اینجا داریم، میله‌ای ها برنگر وجود هدف واقعی در اون محدوده هستن، ولی حالا چرا رفته پایین و در میان نمونده؟ این امکان داره یه ذره باز جا به جا باشه، ولی وقتی 2-0ش میکنیم چنین ترکیب شکلی به ما میده. خب در این ترکیب که الان ما اینجا داریم، این خودش میتونه هدف رو تایید کنه، میتونه بگه هدف هست، چون دقیقاً جاییه که ما اون حالت عمودی رو در تصویر اولیه به این صورت داشتیم، یعنی اینجایی که این وجود داشت. خب این رو اگه ما بخوایم بیایم با ترکیب منابع دیگه عمودی در نظر بگیریم، کد 11 رو وقتی بهش میدیم این باز هم به حالت عمودی میمونه. 20 رو بدیم، این تا حدودی به این صورت در میاد، یعنی حالت افقی به خودش میگیره. پس بهترین کار اینه که بیایم کد 5 رو بهش بدیم، چون امکان داره که اینجا عمودی بودن مد نظر باشه. کد 1 رو میدیم و اینا همه بیانگر وجود منابع و اهداف و 2-0ش میکنیم. خب ببینید در اینجا ما مثلث‌هایی داریم و یه مثلث و یه خط در اینجا داریم. خب این مثلث خطه که در اینجا چون پیوسته به این هاست، بیانگر همون منابعیه که در اونجا اون ترکیب شکلی اصلی رو برای این هدف ایجاد کرده بوده. اگر دوباره کد 11 پایین رو بدیم و پایین رو صفر کنیم، ویدیو 55، ترشولد 45، 20 بالا، کد 10، بعد کد 5، ما میخوایم از آنتی اینترپولیت در اس استفاده نکنیم تا نهایت کارش، کد 1 و 2-0. خب ترکیبش برای منابع آلیاژی کمتر پاسخ میده، بیشتر به سمت خود منبع هدف میره. همه این روش ها برای اینه که تاییدیه ها رو بگیریم. کد 11 پایین، 0 بالا، 20 بنابر ترشول 45. حالا میایم 15 رو میدیم، دوباره 5 تا میاریم پایین. ببینید اینا نظمشون رو از دست نمیدن، در ترکیب شکلی خودشون در اینجا باقی میمونن. البته این 5 و اینا رو دیگه اونجا داده بودیم، دوباره همون ترکیب رو میده. کد 1، خب ببین تا همین اینجا این تایید شده است و 2-0. حالا چرا 2-0 میده؟ چون میاد این پایین وای میسه، چون ترکیب شکلیش تو اون قسمت پایین هی شکل میگیره. پس بهتره که بیایم بریم اصلا یک سره ما 11 رو بدیم، 11 پایین و 20 بالا، بریم 2-1-0ش کنیم، اصلا همه این منابع رو ازش جدا کنیم. 2، بازم در اینجا ما میبینیم که لکه رنگ منظم تو رنگ پس زمینه هست، کد 1 و 2-0. خب این دقیقا میاد در این قسمت پایینی دوباره اینها رو به ما با ترکیب اصلیش نشون میده، با شکلی که مد نظر برای تفاوت ها. ولی اگه کد 11 رو بهش بدیم پایین رو،
و صفرش کنیم. 20 بالا رو بدیم. اینا همه بنابرای اینه که بخوایم جدا سازیش کنیم. 11 پایین ویدیوی 55 و 20 بالا ترشود 45 بوده. خب خود 5 رو اگه بهش بدیم و 2 و 1 بعد ببینیم چه کاری رو میکنه. چون اینجا میخوایم دیگه با 2 و 1 نهایت اون منابع رو ببینیم. اینا راه مسیر جای نرم یا جای نرمتر از این قسمتی که هدف قرار گرفته. اینم کد 1ش و بعد 2 صفرش میکنیم. خب ببینید باز هم هر مسیری میریم میارتش این پایین. پس بهتره بیایم INTشو بگیریم. اینترپولیت 3 رو از همه اول میدیم. یه دامنه بازی از تغییرات اینجا میبینیم. 3 پایین. حتین بعد از اینترپولیت 1 میمدیم. ولی اینجا دیگه 3 رو دادیم. 3. ببینید دقیقا محدوده هدف در اینجاست. اینجا وجود هدف کاملا مورد تاییده. که میتونه وجود داشته باشه. حالا اگه کد 11 رو بهش بدیم. 11 پایین. و بعد بیایم اینجا اینترپولیت 3 رو بدیم چون تو 3 به ما خیلی خوب جواب داده بود و 2 صفرش بکنیم. بازم همینجاست، باز وجود هدف از نظر ساختاری تو این یه تیکه مورد تایید.